مگر اینکه بخوای از نابازیگر استفاده بکنی، ولی مدل فیلم یه جوری بود که احتیاج داشتیم که بازیگر مهارت بازیگری رو داشته باشه اما در این حال رفتار شبیه نابازیگرا باشه. سینما ایران فیلم نامه می‌نویسم، ولی فکر کردم برای اولین بار میتونم از کانسپت شروع کنم. با همین کانسپت شروع کردم مدل‌های مختلف بازی کردن و تا جایی که رسید به این قصه. قصه ایجاد میکرد که توی ماشین در واقع روایت بشه. بعد خب ادامه همون رو گرفتم رفتم جلوی دیگه. فیلم نامه. دلم می‌خواست این موتیف توش باشه، این تکرار رو ببینم. یه خورده قبل از فیلم نامه است. چون میگم از کانسپت شروع کردم. دارم خواستی موتیف رو ببینم و خب جای کمی بود که میشد این بستر رو فراهم کرد به خاطر اینکه آدم های مختلف بیان رو برن و اینکه یه بخشی از شب ناخودآگاه با خودش تنهایی میاره، رویا میاره. یعنی به نظر میسه بازم تو دل همون کانسپت هست. قبل از اینکه قصه رو شروع کنی بهت میگه که باید این قصه تو شب باشه، تو ماشین باشه، چون اون چیزایی که خود کانسپت داشت و ناخودآگاه شب ماشین خیلی چیزایی دیگه باش داره دیگه. یه بخش زیادش هم خود سینما میاد دیگه و اول من بیننده سینما بودم که الان فیلم ساختم. سینما همش میبینیم دیگه، فیلم های این مدلی، تنها، مرد، ماشین، سالی یه دونه حدقه است. مگر اینکه بخوای از نابازیگر استفاده بکنی، ولی مدل فیلم یه جوری بود که احتیاج داشتم که بازیگر مهارت بازیگری رو داشته باشه اما در این حال رفتار شبیه نابازیگرا باشه. سعی کنم تا اونجا که میشه اینا رو ازش بگیرم. یعنی ببینید خود فیلم، قصه، کانسپت، به هر حال وقتی فیلم های ایرانی توی در واقع زیر سقف و با جای لوکیشن های بسته در واقع اتفاق میفته حجاب مجبورن داشته باشن. خب تو واقعیت زندگی ما این نیستش. یکی از دلایلی که اومدم ماشین بیرون خیابون این بودش که نزدیک بشن به زندگی واقعی ماها. هممون تو ایران تو فضای بیرون خب حجاب دارن خانم، اما هیچ وقت تو فضای داخلی این ساخته سینما ایرانه این واقعیت نداره. یعنی کسی کنار خواهر و برادر و مثلا شوهرش حجاب نداره. یکی از چیزایی که سعی کردم نزدیک به واقعیتش بکنم همینه که از این فضا بیام بیرون، بیام تو شب و اینو سعی کردم جای دیگه هم رعایت بکنم. خیلی طولانی شد. در واقع اگه بخوایم این کلیتر نگاه کنیم، یه کاراکتر زنه که تو زندگی واقعیش، تو زندگی با تو روابطش خیلی سرگرم کننده است. خیلی بکنم همین سرگرم کننده است، ولی این سرگرم کننده بودن احتیاج داره که تو مهارت بازیگری بلد باشی. یعنی یک مرزیه بین رال بودن و در این حال که تو سرگرم بکنی، سم شیرین باشی، دلبر باشی، دلربا باشی. این نمیشد بریم سراغ بازیگر نابازیگر. باید یک کسی باشه مهارت رو بلد باشه و بهش بگی اینو تو اندازه خیلی کم رعایت بکن. میخوام تیتوار بگم، اول بهشون فیلمشون دادم، بهشون گفتم میخوام اینو این کارو انجام بدیم و بعد وقتی شروع کردیم انجام دادن اون بخشی که باید اضافه میشد، اون در واقع مهارت باد بخصوص در مورد لیلا، چون مرتاد همچین در واقع خاصی ازش نبودش، اما لیلا باید یه چیزایی رو اضافه میکرد به اون دیده نشدن بازی، اون جایی که میگم دلبری قرار بود بکنه. در واقع تو پیشتوری اون بخشی که تمرین میکردیم با لیلا اون جایی بود که قرار بود یه چیزی اضافه بشه، مثلا اون سکانس ایموجی که یه چیزی بود که قرار بود اون دلبریه، یا تو همون اپیزود دوم زنی که ولنتاینه، اونها یه چیزای اضافه بر بازی رال داشت، انگار که یه کسی داره برای معشوقش دلبری میکنه، سرگرمش میکنه، یه شو تک نفره اجرا میکنه. اون جاهایی بود که جدا کردیم از مد و سعی کردیم اونجاها رو تمرین کنیم. مثل شاعر؟ یعنی چی؟ من تو این تاریخ خارجی ها فقط 11 سپتامبر رو بلدم. Don't get married. جان؟ میخواست خاکستر داداشش رو بریزه تو کوه. چه کنم داداش رفت تو چشم؟ خیلی ناز شده بودی، داشتم نگاهت میکردم. دیگه داری مشتری ثابت اون میشینم. همه یکی خوششون میاد، مهم اینه که اونم خوشش میاد. خوشباره کسی که دوستش داری.